شماری از دکتران با توجه به صورت انتقال ویروس سرخکان می گویند این بیماری ساری تا یک هفته پس از ظهور نشانه های آن در وجود فرد مریض قابل انتقال به افراد صحتمند است. به گفته متخصصان بخش داخله اطفال، این بیماری کودکان را بیشتر هدف قرار داده و برای جلوگیری از گسترش آن به سایر اعضای خانواده، نکاتی چون جداسازی وسایل بهداشتی و غذاخوری را باید رعایت کرد. چون این ویروس داخل افرازات دهن، بینی و افرازات دیگه بدن هم موجود می باشد و اگر با این مرض ما تماس نزدیک داشته باشیم، فوق العاده ساری است و شرایط ازی میتونه که یک جمع بسیار کلان و در چهار اطراف خود مبتلا بسازد. به این لحاظ ما باید شرایط محافظتی بسیار شدید در قسم حالات مد نظر داشته باشیم. به گفته این دکتر 10 تا 12 روز زمان میگیرد که علائم مرض سرخکان در وجود شخص بیمار آشکار شود. کی آراز عبارت است از تب است، تقریبا تب بالاتر از 39 درجه یا 40 درجه می باشد. زکام است، یعنی یک مرض شخص احساس خون خوردگی را می کند. گلندردی است، سرفه های خشک است، کسالت است و یک نشانی بسیار عمده که خود ما را به تشخیص سرخکان نزدیک میکنه خالکه های سفید در بین داخل دهن و رخسارها با مشاهده میرسه که بعد از آراز کلینیکی در مدت 2 یا 3 روز ما متوجه شده میتونیم که در داخل دهن خالکه های سفید که به نام کاپلکس پورت یاد میشه تظاهر میکنه. دکتران با توجه به نبود تداوی مؤثر در برابر این بیماری بر روش‌های خانگی چون استراحت، استفاده از مایعات گرم، دوری از هوای سرد و رعایت فاصله بهداشتی تاکید می‌کنند. دوای بسیار مشخص و سببی که برای خود میزل قابل استفاده باشه تانوس وجود نداره. ما می‌تونیم که از بروزی اختلاط سرخکان بعضی اهتمامات ما مد نظر داشته باشیم، مثلا اختلاطات امی مرض سرخکان سینه و بغل بسیار شدید به وجود میتونه آورد، حتی کوری چشم به وجود می آید، حتی التهاب دماغ که انسفالایتید میگیم او به وجود می آید که سبب یک معیوبیت دائمی شده میتونه به شخصی مبتلا به مرض سرخکان. برخی جوانان که این بیماری را سپری کرده از تجربه خود چنین می گویند. سرخکان طوری مرا گرفت که وقتی که آب و هوا رقم یخ شده بود دمی تاثیرات آب و هوا باعث شد که مرا سرخکان بگیره و وقتی که سرخکان گرفته بود تنها مرا گرفته بود خانه. دیگه سرخکان گرفته بود احساس تب داشتم و همچنان زکام بودم و جانم خیلی درد میکرد. اون وقایع میکردیم از خاطر در فامیل کسی دیگر نگرفته بود. هرچند برخی دکتران از کاهش چشمگیر واقعیت سرخکان در ماهای اخیر در کشور سخن میزنند، اما سازمان جهانی صحت اخیرا در گزارش گفت که آمار افراد مبتلا به سرخکان در افغانستان افزایش یافته است. احمد زکی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، کابل.